به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشسته اید، سلام. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن پوشیده از برف با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو. در این برنامه، این شماره تفسیر خبر، برای نخستین بار آقای منصور اوسانلو با من و شما هستند، فعال سندیکایی و کارگری، چهره آشنا، نامی آشنا برای میلیون ها ایرانی، به ویژه کارگران گرامی و ارجمند ایران. منصور اوسانلو در دفاع از حقوق کارگران از طریق ایجاد سندیکا و از طریق سندیکا تلاش های بسیار کرد. همین سبب حکومت ایران، حکومت ولایت فقیه، بارها او را روانه زندان ساخت، تحت شکنجه قرار داد، در سلول انفرادی از آزار وضعیت او خودداری نکرد. سرانجام منصور اوسانلو در پی اعتراض‌های گسترده نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشر از زندان جمهوری اسلامی آزاد شد، اما در ادامه راه همچنان مدافع حقوق کارگران ایرانی در سطح جهانی است. آنچه که از رنج و درد و غم بر منصور اوسانلو و کارگران ایرانی رفته است، گفتنش طولانی تر از وقت برنامه ماست. به اتفاق شما عزیزان، به آقای منصور اوسانلو در نیوجرسی خوش آمد میگیم. سلام به شما آقای اوسانلوی گرامی. سلام، روزتون بخیر. من تشکر میکنم از شما و همکارانتون به دلیل زحمتی که برای اطلاع رسانی میکشید و به دلیل دعوتی که از من کردید، در خدمت شما هستم. باعث سرفرازی ماست که با ما هستید به نمایندگی از کارگران ایرانی. آقای اوسانلوی عزیز، این روزها سالگرد انقلاب اسلامی هست. پیش از هر چیزی میخواستم این پرسش رو مطرح کنیم که دستاورد این انقلاب رو شما برای کارگران ایران چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید، من یه مقدمه کوتاهی بگم که خود نقش طبقه کارگر و زحمتکشان انقلاب، زحمتکشان ایران در انقلاب، خب یک نقش برجسته بود، به دلیل اینکه بسیاری از سندیکالیستا و فعالان کارگری و کسایی که سالها به زندان رفته بودند برای دفاع از حقوق مردم و آزادی و عدالت، همشون به هم پیوستن و فکر میکردن که واقعا در این اتفاقی که داره میفته یک تغییر اساسی به سود طبقات محروم جامعه روی خواهد داد و یک فرایندی حتی دموکراتیک تر از شرایطی که در اون بودیم برای آینده پیش خواهد اومد و همه خواهند تونست در آزادی سندیکاهای خودشون، فدراسیونهای کارگری، کارمندی خودشون رو به اصطلاح دفاترش رو باز کنن و احزاب سیاسی، سازمانهای سیاسی بعد از سالها که متاسفانه بنا به یک دلایل غلطی فقط یک حزب رو در کشور اعلام کردن، احزاب مختلفی بیان و دفتر داشته باشن و در رقابت سیاسی و در یک جامعه دموکراتیک قرار بگیرن. و خیلی ها اون موقع که ما انقلاب شد، چون به بحث انقلاب اشاره کردید، فکر میکردن یک جمهوری دموکراتیکی ایجاد خواهد شد که حتی از مزایای اون دوران سالهای 56-57 هم مردم به مزایای بیشتری دست پیدا خواهند کرد از نظر گسترش آزادی‌های فردی، آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی، که متأسفانه به دلیل بازی‌هایی که در امر سیاست در اون بالای هرم هست، به قول بعضیا این انقلاب حالا نمی‌دونم دزدیده شد، به قول بعضیا اون بالا
توافقاتی صورت گرفت و در اون نقل و انتقال ها و آمدن و رفتن آقای ژنرال هایزر و موندن آقای فردوس در داخل ایران تا سال 67 68 69 که بعد گفتن مرد و کتاب خاطراتش هم به انتشار در آمد. خب خیلی چیزها رو میگه اگه کسانی وقت کرده باشن مطالعه کنن. این است که طبقه کارگر با امید زیادی به این انقلاب پیوست، نه فقط کارگرای یدی مثل کارگرای پالایشگاه و صنعت نفت که شیرهای نفت رو بستن، بلکه همه روزنامه‌نگارها، خبرنگارها و همه کسانی که در امر به اصطلاح مبارزه انقلابی نقش داشتن و اعتصاب سراسری شد و معلم‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها همه تعطیل شدن، کارخونه‌ها، ادارات دولتی حتی همه پیوستن و مجموعه ای از این مبارزات طبقه کارگر به معنای عامش، یعنی همه دستمزد بگیران ایران، این نقش رو داشتن که این اتفاق افتاد و همشون توقع اینو داشتن که در آزادی بیشتر و دموکراسی بیشتر و شرایط بهتری جامعه رو به جلو ببریم و چشماندازهایی مثل ژاپن آسیا یا یک کشور در حد کشورهای اروپایی، چشمانداز اون نسلی بود که به انقلاب پیوست آگاهانه، که متاسفانه بعد از این انقلاب این دستاوردها از سال 60 به بعد همه مورد حمله واقع شد، از جمله اینکه احزاب و سازمانهای مختلفی که به نوعی برای دموکراسی، آزادی کارگرها، دفاع از حقوق دهقانها، مردم زحمتکش، روشنفکرها، روزنامه‌نگارها به مورد حمله قرار گرفتن، روزنامه‌های مثل آیندگان رو شروع کردن به بستن، بعد حمله به احزاب و سازمان‌ها شروع شد. طی سال 60-61 تقریبا دیگه هیچ دفتری از احزاب و گروه‌های طرفدار مردم و دموکراسی و کارگرها و دهقان‌ها رو باقی نگذاشتن با یورش گسترده و نهایتاً هم حمله به سندیکاهای کارگری و انجمن همبستگی سندیکاهای کارگری که افرادی مثل هدایت الله معلم، حسن جلالی ها و فعالین سندیکاهای فلزکار، مکانیک، شرکت واحد، زباهن، شورای بزرگ سراسری نفت که یدالله خسروشاهی اونجا جمع کرده بود همه رو و تونسته بودن اعتصابات بزرگ کارگری نفت و سر و سامان بدن، همه اینها مورد حمله واقع شدن و طی سالهای بعد بیش از 500 کارگر سندیکالیست و شورایی و مدافع استقلال طبقه کارگر در زندان‌ها در دهه 60 کشته شدن و به نوعی تمام اون دستاوردهای نه فقط 3 سال اول انقلاب که کمی فضا باز بود، بلکه دستاوردهای به جرات میتونیم بگیم 70 80 ساله اون زمان و 100 ساله فعلی طبقه کارگر و زحمتکشان و معلم‌ها، یعنی سندیکاهای کارگری مورد حمله واقع شد و بسته شدن و بعد هم به بهانه جنگ این دفاتر رو نذاشتن باز بشه و باز به بهانه جنگ حقوق‌ها رو اضافه نکردن و هر روز شرایط دستمزدبگیرها و کارگرها بدتر شد، به جای رسید که حتی بعد از جنگ با طرح تعدیل اقتصادی که دولت رفسنجانی آورد متاسفانه اون پیمانهای دست جمعی هم مورد یورش واقع شد، بخش امنیت شغلی وارد یعنی مورد یورش واقع شد و به نوعی ما میبینیم که قراردادهای کار رسمی به تدریج تبدیل شدن به قراردادهای کار موقتی و افزایش دستمزدهای مطابق نرخ تورم به کل از بین رفت. قانون کاری که قبلا بود حداقل تا سال 68-69 به بعضی از مفادش میشد به سود کارگر را اشاره کرد در یک فرایند مثلا اعتراضی یا اخراج کارگر، اون هم با قانون کار جدیدی که در این هیئت تشخیص مصلحت نظام، که اصلا این هیئت تشخیص مصلحت نظام به خاطر اینکه مجلس و شورای نگهبان در 2-3 دوره مجلس نتونستن توافق بکنن برای اینکه این قانون کار رو تصویب کنن، به وجود اومد تا به نوعی بتونه قانون کار رو تصویب کنه و بعد تبدیل شد به این نهاد ماندگار که در بین همه اختلافات مجلسی ها و شورای نگهبانی ها مثلا دلالت و قضاوت بکنه و رأی اون بالاتر از مجلس باشد و این شرایط ادامه پیدا کرد تا امروز که هر زمانی گذشت و هر دوره هر دولتی که اومد و همش هم در چارچوب ولایت فقیه و همین حکومت اسلامی، میبینیم که دستاوردهای کارگرها بیشتر از دست رفت، از جمله در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی بود و مجلس ششم هم بعدش، که خب همه امید داشتن که با اومدن اینها یه بخش دیگه از
مشکلات طبقه کارگر لااقل حل بشه با اون رأی بالایی که همه کارگرها و کارمندا و جوونا و زنا به عنوان جنبشی که در بدن جامعه بود را دادن، متاسفانه دیدیم که مصوبه معاف کردن کارگرها از قوانین و مقررات در کارگاه‌های کمتر از 5 نفر و سپس در کارگاه‌های کمتر از 10 نفر به تصویب رسید و بعد در همین دوره که تموم میشه، دوره اصلاحات و سرکوب ها صورت میگیره، روزنامه ها بسته شدن، عملا زبانی نداشتن کارگرا برای بیان. سندیکای کارگران شرکت واحد با کمک و راهنمایی پیشکسوت های سندیکایی مثل حسین سمنانی، یعقوب مهدیون، آقای فرهانی، آقای جواد مهرانگوهر، حسین اکبری، مازیار گیلانی نژاد و ما که از شرکت واحد حضور پیدا کردیم در کنار این پیشکسوت ها، علیرضا فرهادی و دیگر بزرگان سندیکای شرکت واحد مثل آقای ناظمی، آقای قلیپور شکل گرفت که اون هم مورد حمله واقع شد و دفتر سندیکا رو متلاشی کرد. در خود خب همین آقای اصالوی عزیز، از خصوصا شرکت واحد، شما در شرکت واحد مطالباتی که داشتین برای کارکنان و کارگران شرکت واحد بود یا نه؟ یک هسته مرکزی بود که مطالباتش گسترش پیدا میکرد برای کارگران واحدهای دیگه، واحدهای صنعتی، واحدهای تولیدی. متشکر از این سوال بسیار خوب شما. ببینید هر هسته کارگری که شکل بگیره یا کارمندی، اصلا من میگم سندیکاها مدرسه آموزش دموکراسی هستن، چون در اونجا این توسعه حضور در کار جمعی و فراگیر بودن و اینکه همه میتونن اونجا حضور پیدا کنن، انتخاب بشن و انتخاب بکنن و همه برابر حقوق هستن و هیچ فرقی بین هیچ کسی در بدن سندیکا نیست، این اتفاق برای همه در جامعه منتقل شد. یعنی موقع ما دفتر سندیکا رو تونستیم بازگشایی بکنیم، خب اجازه میدادیم که همه دوستان کارگر، دانشجو، از طیف‌های مختلف کارمندی، خبرنگارها، معلمین که بعداً همین کانون صنفی معلمین و اینا که تشکیل شد، هممون از هم حمایت میکردیم. یعنی به نوعی همین که این سندیکا شکل گرفت تونست نویدی بده که سندیکاهای دیگه مثل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه تشکیل بشه و بدنه کارگران ایران متوجه شدن که یک نقطه‌ای پیدا شده که با آموزش‌های آن میتوان در همه بدن کارگری و کارمندی جامعه تشکل‌های مستقل و آزاد رو ایجاد کرد و این روندی رو که داشت نابود میکرد همه چیز رو و کارگر و کارمند اصلا اسمش دیگه در هیچ جایی نمیومد، این صدا شنیده شد و از یک حالت سندیکای شرکت واحد به تمام بدنه جامعه کارگری ایران به نوعی منتقل شد و به همین دلیل هم حکومت احساس خطر کرد و اونطور شدید سندیکا رو سرکوب کرد، بمب انداختن تو دفتر سندیکا، سندیکا رو آتیش زدن، مجامع عمومی که میخواست تشکیل بشه رو حمله کردن نگذاشتن، که تو میدون حسن آباد یکی از کارگران منو قلمدوشش یه دفعه برد، همونجا من مجبور شدم سخنرانی کنم و مجمع عمومی سندیکا در اصل در میدون حسن آباد تشکیل شد، مجمع اول. مجمع دوم هم که در 13 خرداد 1384 با حضور کارگرای سندیکایی و کارگرای شرکت واحد و کمک و حمایت وکلای شجاع سندیکا و روزنامه نگارها و دانشجویان و علاقمندان به جنبش آزادی خواهی و کارگران ایران از همه شهرستان‌ها تا آمدن برای حمایت و پیگیری و بله، یعنی که مطالبات سندیکا مطالبات صنفی بود یا مطالبات سیاسی صنفی؟ بله ببینید، در آغاز هر مطالبه کارگری سندیکایی صنفی است، ولی چون همه گیر هست و فراگیر هست و میتونه روی تمام بدنه جامعه در جهت حق طلبی خودش اثر بذاره و سطح مطالبات و سطح دریافت ها رو بالا ببره و کمک میکنه به توسعه اجتماعی جامعه و توسعه سیاسی اقتصادی و حضور و مشارکت مردم رو از کف جامعه در بدن جامعه سازمان یافته میکنه، خود به خود در ابعاد بزرگترش تبدیل میشه به یک عنصر مؤثر در تأثیرات سیاسی که حتی موقعی شکل بگیره این بدنه کارگری کارمندی سازمان یافته
حتی کسایی که میخوان بیان رئیس جمهور بشن میان به نوعی توافق کنن و رضایت این سندیکا و فدراسیون ها و انجمن ها و کانون های مستقل رو جلب کنن که بتونن آرای بیشتری داشته باشن. پس مسلمه که میتونه تاثیرات سیاسی بسیار گسترده ای در جهت دفاع از حقوق کارگر و کارمندان داشته باشه. به همین دلیل این حملات واقع میشه، یعنی در یک سیستم دموکراتیک همه آدمای عاقل از وجود سندیکاها و نهادهای مدنی، NGOها، احزاب حمایت میکنن. در سیستمی که عاقل نیست و تمامیت خواهه و دیکتاتوریه میان و سرکوب میکنن و جامعه رو کاملا دو قطبی و بحرانی میکنن که نهایتنش اینه که هم طبقه کارگر، کارمند، زحمتکشان، حقوق بگیران متاسفانه دستاورداشون از دست میدن که توی 30 و چند سال ما از دست دادیم و بدتر شد شرایط هممون، همه حقوق بگیرا، زحمتکشان جامعه، و هم متاسفانه خود جامعه ما روند دموکراتیک رو طی نکرد و یه روند استبدادی سرکوبگرانه متکی بر زور زندان به وجود اومد تا امروز که این دستاوردهای طبقه کارگر همچنان مورد حمله واقع شده و امروز جنبش کارگری شکل گرفته دوباره و در بدنه جاهای مختلف شما هر روز دقت اگه بکنید اخبار کارگری، تجمعات کارگری، اعتصاب، تحصن و حضور جلوی مجلس، جلوی ادارات مختلف به عنوان اعتراض، جلوی وزارتکار و از بخشای مختلف کارگری در اخباری دارید که متاسفانه در اخبار داخل ایران منتشر نمی کنند به ایجوش. مبادا که این اعتراضات گسترده به هم بپیونده و یک همبستگی و جنبش ملی سراسری رو دوباره ایجاد بکنه. خلاصه بگم جواب 3 سال اول شما این است که نه، متاسفانه بعد از انقلابی که قرار بود برای همه مردم ایران به خصوص حقوق بگیران ایران شرایط بهتری رو فراهم بکنه، متاسفانه ما دستاوردهای زیادی رو از دست دادیم. علاوه بر اون که به جامعه مدنی و دموکراتیک نرسیدیم، آزادی های فردی که در زمان حکومت سابق هم داشتیم اونها رو هم از دست دادیم متاسفانه. آقای من یعنی این چی رو که پیش از انقلاب وجود داشت، به هر حال سهیم بودن کارگران در سود ویژه کارخونه ها، فروش سهام، اون چی که وجود داشت تقریبا میشه گفتش که رفاه به افسایش طبقه کارگر، چون به طور قطع شما به خاطر دارید که مطالبات انقلاب اسلامی در ایران شعارهای اصلیش هیچ کدوم اقتصادی نبود، از جمله شعارهای کارگری، یعنی اون رو از دست داد و چیزی هم جایگزینش عملا نشد. هرچند تلخه، من به عنوان کسی که خودش بچه بوده، نوجوان بوده، جوان بوده، در فرایند انقلابی از سال 52-53 قرار گرفتم تا سال 57، متاسفانه همینه که شما میگید دیگه، و واقعیتی که آدم باید صداقت داشته باشه و اون چیزی که من دیدم بگم. بله، حق با شماست آقای حسینلوی عزیز. ببینید الان این شوراهای اسلامی کار اینها به چه شکل هست؟ اینها آیا واقعا بازتاب دهنده مسائل و مطالبات طبقه کارگر هست در زمینهای مختلف یا نه یه شوراهای زیر نگین دولت و حکومت؟ به هیچ وجه نه، چون که اصلا اساسنامه این شوراها طبق مصوبات خود سیستم جمهوری اسلامی مستقل نیست، آزاد نیست و صنفی نیست. شوراها طبق اصل 104 قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادایی هستند که بایستی مدیریت، نماینده کارگرا، کارفرماها و نماینده دولت در هر واحد اداری، خدماتی، تولیدی، صنعتی، کشاورزی حضور پیدا کنند و اونجا تشریک مساعی کنند برای روش‌های مدیریتی و مشارکت همه در امر مدیریت اون سازمان یا بنگاهی که کار می‌کنند، که این هم رعایت نمی‌شود. اما خود شورای اسلامی، اصلا شورای اسلامی کار نمایندگی کارگران نمی کنه، چون یا نماینده کارفرما یا نماینده وزارت کار یا نماینده حراست و در مجموع نماینده ولایت فقیه در همه این شورا حضور داره که دخالت میکنه در تمام امورش، چه از شروعش که کسانی میخوان کاندید بشن عضو این شورا بشن رأی بگیرن، چه از لحاظ نوع انتخابات که معمولا مجمع عمومی واقعی نمیگذارن، اجازه نمیدن همه پرسنل شرکت بکنن و
خودشون رو معرفی کنن و بگن میخوان کاندیدا بشن، چه برنامه‌ای دارن، چه طرحی دارن برای بهتر شدن محیط کار، میخوان چه کار بکنن و برای بهتر شدن شرایط کار و زندگی و کارگرها و کارمندایی که اونجا کار میکنن. به همین دلیل این شورای اسلامی بودن از سال مثلا 60-61 به بعد و این اتفاقا افتاده و ما همه دستاوردهای کارگریمونو که از زمان مشروط و با زحمت امثال محمد دهگانها و علی امیدها و یوسف افتخاریها و بیایم جلوتر مثلا کارگرهای مثل رضا روستا و اینها، آرداشس آوانسیانها به دست آورده بودیم، مثل شورای متحده سراسری کارگری و عضویت در ILO، عضویت در فدراسیون جهانی سندیکای کارگری، همه را از دست دادیم و الان این شورای اسلامی تبدیل شدن به یه بخش از بدنه سرکوبگر حکومت که همون که موقع سندیکای ما رو میخواستن سرکوب کنن، این شورای اسلامی بودن که اول همه میرفتن و شکایت میکردن و از اطلاعاتی ها و پلیس امنیت میخواستن که بیان کارگرای سندیکایی رو دستگیر کنن و کارگرای سندیکایی رو شناسایی میکردن، معرفی میکردن به بخشای اطلاعاتی که تو روزای اعتصاب 4 دی ماه 84 و 6 تا 8 بهمن ماه 1384 این شورای اسلامی اصلی ترین نقش رو داشتن که کارگرای سندیکایی رو فروختن و آدم فروشی و خبرچینی کردن، کارگرها رو دستگیر کردن بردن و بعد خودشون امضا کردن طبق ماده 27 قانون کار حکم اخراج همه زندانی ها رو، کارگرای زندانی رو و سندیکالیست ها رو که آقای علی مهدوی خواه و اکبر ایوزی سردمدار و جلال سعید منش و اگه بیادم بیاد حسن، چون اتفاقا توی این تریبونا این افراد ضد بشر، ضد کارگر، ضد انسان باید شناخته بشن که اخراج چند صد کارگر رو اینا امضا کردن، در صورت خودشون ظاهرا بایستی از حقوق کارگر تو شورای اسلامی دفاع میکردن و متاسفانه این شرایطی گریبانگیر ما کارگرها، کارمندا، مردم ایران شده به خاطر نهادهای حکومتی مثل شورای اسلامیه. البته یه چیز کامل کنم، چون جنبش الان کارگری، نارضایتی، تحریم، گرونی، سوء مدیریت داره کارخونه رو میبنده، اخراج میکنن چند ماه حقوق کارگرها رو نمیدن، قراردادهای کار رو همه رو موقتی و سفید امضا و بدون پشتوانه کردن، بیمه های اجتماعی شامل حال کارگرها، کارمندا دیگه نمیشه، بیمه های تکمیلی رو برای بازنشسته ها و مستمری بگیره آوردن، یه پول اضافه دوباره برای بیمه تکمیلی میگیرن، دارن پشت پرده همین قانون کار موجود رو و بیمه تامین اجتماعی موجود رو هم بر علیه کارگرها خراب میکنن. بخشی از بدنه های سالم همین شورای اسلامی یا انجمن های صنفی که در بعضی کارخونه ها و معدن ها و اینا مثل معدن چادر ملوک این اعتراضات شده اونجا، یا پلی اکریل اصفهان که کارگرها اعتراض میکنن 3-4 ماهه، مجبور شدن خب بیان در جبهه کارگرها بایستن، نمایندگانی از اونها حتی به زندان رفتن ماهای گذشته و چون آغشته هستن توی بدنه و بعضی هاشون سالم هستن، خود به خود در شرایط بحرانی بخشی از اونها در حمایت از بدنه کارگری هم موضع‌گیری کردن و این شرایط واقعی اونها رو هم که داره تحت این شرایط واقعی تحت فشار قرار میگیرن و وجدان انسانیشون حرکت میکنه توی مبارزه میاره و اونها حتی هزینه هم دارن میپردازن، ولی به لحاظ قانونی و اکثریتش تا امروز دیده شده فقط نقش کمکی در سرکوب کارگرها و جنبش کارگری و کارمندان ایران داشتن. آقای اوساندو ببینید کوتاه فرمین، چون سوال خیلی زیاد داریم، این از جمله این سوال ببینید الان این دولت آقای حسن روحانی مسئله حداقل دستمزدها مطرح است و مسائل دیگه کارگری، از جمله مسائل امنیت شغلی هست، یعنی چه در کارخونه ها، کارگاه های کوچیک و واحدهای تولیدی مختلف، حتی کارگران به اصطلاح بخش داروخانه ها، داروسازی، اونها هم امنیت صنفی ندارن. من خبری رو میدیدم که آقای برهان آرش، ایشون رئیس انجمن صنفی کارگران فنی داروخانه ها هستن در استان کرمانشاه، اگرش بله کرمانشاه، ایشون میگفت خب این خطرناکه، یعنی با دارو سر کار دارن و بعد باعث بیماری ها یا هرچی.
از این پیامدهاش میشه اگه روابط درست نباشه، ایمنی رعایت نشه در مورد دارو. برای بینندگان من توضیح میدم این مسئله دارو. برای یکی این حداقل دستمزد هست، یکی امنیت شغلی کارگران هست. تا چند از مورد توجه حکومتی است که بنیانگذارش در روز اول سالگرد جهانی روز کارگر، اول ماه می 1980 شعاری رو سر داد که خدا هم یک کارگر است، اگر یادمون باشه. درسته، از شعار تا عمل خب فاصله خیلی زیاده دیگه. ببینید، اولا مدت با دستمزدها متاسفانه اگر کسانی بیان و نگاه کنن به تاریخ همین مدت میبینن طی 5-6 سال دوران جنگ به هیچ وجه دستمزدها رو اضافه نکردن به عنوان که جنگ هست و سندیکاها و نهادهای مستقل و مدنی کارگری کارمندی رو سرکوب کردن و کارگرا و کارمندا و بچه هاشون و دهقانا روستایی ها از روستا رفتن توی جبهه جنگ که از کشورشون دفاع کنن و بعد از فتح خرمشهر میتونست این جنگ تموم بشه که تمام نکردن و مثلا 30-40 هزار کشته طبقه زحمتکش جامعه رو رسوندن به چند صد هزار و میلیون ها زخمی و از بین بردن بخش زیادی از کشور به دلیل اینکه ادامه جنگ به سود بخشی از این حکومتگران و دلالان بین المللی بود که با واردات قاچاق کالا و زد و بند کردن با برخی از کمپانی های بین المللی بر علیه مردم ایران این جنگ رو ادامه دادن و اون دستاوردها رو بین بردن. یه مرحله اونجا حقوق اضافه نشد. مرحله بعدیش هر وقت نرخ تورم اعلام میکردن مثل دوران آقای رفسنجانی که نرخ تورم تا 55% هم بالا رفت، بالاترین افزایش حقوقی که ما داشتیم اون دوران مثلا حد اکثر 17-18% بود که سال به سال این ما به تفاوت‌های عدم افزایش دستمزدها تا امروز ادامه پیدا کرد. تا من یه گزارش کوچیک بدم، پارسال قبل از اینکه من بیام همین دیما این آقای قالیباف شهردار تهران صورت هزینه‌هاش رو برداشت برد شورای شهر تهران در دیماه سال 91 و اونجا درخواست کرد 130% به دلیل نرخ تورم واقعی در جامعه بایستی به ایشون بیشتر بپردازن، تصویب کنن تا ایشون بتونه اون پروژه هاش رو به نتیجه برسونه و شورای شهر هم این رو پذیرفت و 130% بودجه های شهرداری تهران رو اضافه کردن تا ایشون بره و اون پروژه ها رو به انجام برسونه. پس یه نرخ تورم 130% از پارسال همه حقوق بگیرای ایران بنا به شاهد و شواهد شهرداری و شورای شهر تهران ما داریم. بعدش اومدن خودشون اعلام کردن که حداقل نرخ تورم 42% هست که حتی خود آقای روحانی هم در سخنرانی‌های انتخاباتیش اینو قبول کرد و گفت بایستی این ما به تفاوت بین افزایش 25% که به حقوق بگیرایی که تابع قانون کار بودن و 20% که به کارمندای دولت دادن تا این 42% رو ما حتما پر کنیم، بدون که از اون 130% افزایش نرخ تورم اونجا بگن. یعنی جمعا یه چیز حدود 170-180% نرخ تورم واقعی بوده به جز حالا 5-6 سالی که در زمان جنگ حقوقا بالا نرفته و دولت و حکومت قبول کرده بوده که این افزایش رو سال به سال سرشکن کنه و اضافه بکنه روی دستمزدهای کارگر و کارمندا که اون رو هم ندادن. یعنی مجموعه این به اینجا رسید که الان در خود نهادهای حکومتی مثل حسن صادقی که توی همین مرکز خانه کارگر سرکوبگر کارگرها هست، یا آقای چمنی که در انجمنهای صنفی دولتی هست، یا خود آقای عدالتیان و آقای مهرانفر اعضای هیئت مدیره کانونهای کارفرمایی، خودشون ستاشون در جلسه 27 دیما که اومدن در تلویزیون شبکه 1 جمهوری اسلامی در برنامه مناظره که پخش شد همشون قبول کردن از 1,500,000 تومان تا 2,500,000 تومان بایستی حداقل دریافتی هر دستمزد بگیری اهم از کارگر و کارمند باشد تا جوابگوی مخارج زندگیش باشه که یه بخشی از اونو کارفرماها باید بدن، یه بخشش هم دولت از منابع درآمدهای عمومی مثل نفت، گاز، معادن، سیلیس، گوگر، خیلی چیزا، سنگ‌های مختلف که می‌فروشن و به مردمم
هیچ آماری نمیدن که میلیاردها میلیارد دلار هست. یعنی الان دریافتی جاهای در رسمی که کارگر و کارمند کار میکنه یک سوم نرخ واقعیه، یعنی حداقلش رو اگه بگیریم 1.5 میلیون تومن و اگر واقعی ترش رو بگیریم 2.5 میلیون تومنی که آقای عدالتیان گفتن، یعنی میشه 1/5 واقعیت هزینه های زندگیشون. این علاوه دستمزد هم که آقای روحانی اومده تا امروز در این 7-8 ماهی که گذشته هیچ تغییری نه تنها ما ندیدیم، بلکه سرکوب گسترده تر کارگرای اعتراضی معترض شد در مثلا چادرملو، در پلی اکریل، ندادن به اصطلاح از موضوع اونا هیچ، به زندان هم بردن کارگرها رو، اخراج هم میکنن کارگرها رو. در به اصطلاح ایران تایر، کیان تایر 130 کارگر، 80 کارگر رو اخراج کردن. همینطور در بخش پالایشگاه ها و صنعت نفت، نیشکر هفت‌تپه حتی، بله بله نیشکر هفت‌تپه که آقای رخشان، آقای علی نجاتی اونجا به عنوان نماینده سندیکایی بعد از سندیکای شرکت باید سندیکاشون رو تونستن با کمک دوستان و رفقا تشکیل بدن، هم اخراج شدن هم زندان رفتن، هم حقوق عقب افتاده و دریافتی هاشون رو نمیدن، هم اون 4% ما به تفاوتی که بایستی کارفرما بریزه به حساب تامین اجتماعی تا کارگرها بتونن با عنوان کارهای سخت و زیان‌آور بازنشسته بشن، چون کارشون سخت و زیان‌آور شناخته شده. و از اون طرف غارتی هم که امثال مرتضوی ها و همدستاشون کردن، 180 هزار میلیارد تومان به پول امروز، پولای کارگرا، بازنشسته ها و مستمر بگیرها رو اینا در صندوق تامین اجتماعی خوردن و بردن، غارت کردن و به همین دلیل هم نمیتونن الان بسیاری از خواسته های واقعی کارگرها در رابطه با بهداشت و درمان و بازنشستگی ها رو پاسخ بدن. و مجموعه فرایند که تا امروز هم طی شده میبینیم، حتی آقای روحانی که اومده خیلی از مدیرای تامین اجتماعی که مرتضوی در دولت احمدی نژاد گذاشتن هم عوض نکردن، مدیرانی که مثل یکی از خانوما که مسئول بازنشستگی بخش مالی بازنشسته های تامین اجتماعی است، ماهی 24 میلیون تومان دارن بهش حقوق میدن، یا خود خانم آقای مرتضوی که آوردن اونجا ماهی 14 میلیون تومان دارن بهش حقوق میدن، و هیچ کدوم از مدیرانی که ماهی 25 میلیون 10 میلیون 15 میلیون حقوق میدن و صدها میلیون تومان به انواع مختلف پول از میخوام بگم شرکت واحد اینقدر اونجا درگیر بودیم از صندوق تامین اجتماعی بردن، مورد مؤاخذه قرار نگرفتن، محاکمه نشده، در حالی که هزاران کارگر در رابطه با سندیکای فلزکار مکانیک، اتحادیه آزاد کارگران، کارگران پروژه‌ای، اتحادیه اونها، سندیکای شرکت واحد و تشکل‌های دیگه‌ای که مستقلن زیر فشار و سرکوب ولی دارن فعالیت میکنن، اطلاعیه میدن، شکایت نامه مینویسن، رسیدگی نشده. و این چند هزار نفر آقای خلیل بهرامیان رو هم به عنوان وکیل خودشون و آقای فریبرز رئیس‌دانان به عنوان اقتصاددانی که از زندان تازه اومده بیرون به عنوان مشاور اقتصادی خودشون انتخاب کردن که این غارت رو برگردونن، این 180 هزار میلیارد تومان رو به صندوق تامین اجتماعی و متخلفین رو مورد مجازات قرار بدن، که می‌بینیم متاسفانه هیچ فشاری از طرف دولت یا قوه قضاییه برای رسیدگی به این درخواست بر حق کارگران و سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری نمی‌بینیم. اینه که آقای روحانی هم تا امروز نتونسته هیچ کدوم از اون قولا رو عملی بکنه. بسیار سپاس بسیار داریم آقای منصور حسانلوی گرامی، امیدوارم در برنامه‌های آینده نیز با من و تماشاگران تفسیر خبر باشین. ما این برنامه رو در همین جا تقدیم میکنیم، برنامه این شماره برنامه تفسیر خبر رو، به همه کارگران عزیز و ارجمند و گرامی ایران زمین، به ویژه به مناسبت شرکت آقای منصور حسانلو، به کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، مردمان زحمتکشی که سالیان سال به مردم ایران خدمت کردند و در جمهوری اسلامی پاداش سخنگویان آنها جز زندان و شکنجه و محرومیت از زندگی عادی نبود. سپاس بسیار آقای منصور. متشکرم. حتما من برنامه که با این وسعت نظر
و بدون سانسور پخش میشه شرکت خواهیم کرد، و اگر شما هم این فرصت رو بدید، نکات بسیار زیادی هست، ناگفته های زیادی هست، ما حتما همینجا باید در برابر تماشاچی بخونید. از شما تعهد میگیریم که برنامه تمام مردم ایران هست، کارگران ایران بر چشم ما هستند هر زمان، و امیدواریم دست کم هفته یک بار این برنامه اخبار کارگری رو با مردم در میون بذاریم. تشکر میکنم، منم استقبال میکنم به از شما همکاراتون عزیزان که در مدیریت برنامه فرصت گفتگو برای به خصوص طبقه کارگر کارمند ایران که در داخل ایران بلندگویی ندارن تا حرفاشون رو بزنن قدردانی میکنم و حتما مشارکت خواهم کرد به امید دیدار و موفقیت. با سپاس بسیار از آقای منصور حسانلوی گرامی. بینندگان ما همونطور که دیدید آقای حسانلو تعهد کردن هفته یک بار و دستگیم با شما خواهند بود. کارگران ایران سهمی عظیم در زندگی روزمره همه طبقات ایران دارند، باید به حقوق اونها آنچنان که شایسته هست توجه بشه. بدون تردید تفسیر خبر و در شکل گسترده شبکه تلویزیونی ایران فردا بدون هیچ سانسوری بازتاب دهنده نظرهای همه طبقات زحمتکش در ایران هست، و امیدواریم در آینده نیز این راه رو همچنان بتونیم ادامه بدیم که ادامه خواهیم داد بدون هیچ تردیدی. در نیمه دوم برنامه آقای علی رضا رضایی طنز پرداز ارزشمند ایرانی با من و شما خواهند بود در نیمه دوم تفسیر خبر. تا لحظاتی دیگر. طور که در نیمه نخست در پایان نیمه نخست اشاره کرده بودم، در این نیمه برنامه آقای علیرضا رضایی با من و شما هستند. آقای علیرضا رضایی طنزپرداز ارزشمند ایرانی، نگاه خاص و ویژه او به مسائل از دیدگاه طنز ویژه و خاص علیرضا رضایی محصولات این طنز رو دلنشین میکنه، به طور دقیق آنچه را که در ایران میگذره زیر ذره‌بین طنز خود قرار میده. برای من که کم هم ندیدم و نشنیدم و نخوندم در زمینه طنز، کار علیرضا رضایی کار ویژه و تازه‌ای بود در روزهای نخستی که آشنا شدم، و همچنان در این روزها تازگی خودش رو همچنان نه تنها حفظ کرده که گسترده تر از پیش نگاهی نو به مسائل روزمره ایران و مردم ایران و به ویژه آنچه که حکومت برای مردم ایران به عنوان مسئله و مشکل ایجاد میکنه دار. بیوگرافی آقای رضایی و گسترده تر و طولانی تر از وقت کوتاه برنامه ما هست. به اتفاق شما سلام میگیم به آقای رضایی، همونطور که در برنامه پیش اشاره کردیم امیدواریم از این به بعد پنجشنبه ها با من و شما باشن. آقای علیرضا رضایی سلام به شما در پاریس. من هم سلام میکنم به شما و بینندگان عزیزتون و ممنونم که و خوشحالم که مهمان برنامه‌تون هستم و در خدمتم. این رو هم بگم که آقای علیرضا رضایی متاسفانه در نخستین برنامه هم سرماخورده هستم، علی‌رغم این موضوع به احترام شما عزیزان به خاطر قراری که داشتیم در برنامه حضور دارم. آقای رضایی عزیز بذاری از همینجا شروع بکنیم که سالگرد انقلاب اسلامی هست. این انقلاب رو شما چطور دیدید؟ راه پیمایی ها رو چطور دیدید؟ البته مشت به دهان این اون زده شد به اندازه کافی، لگد زده شد، گروهی رو هم البته گرفتن زندانی کردن، استکبار آمریکا و بقیه رو همه رو آنچه که باید میگفتن گفتن، ولی شما چطور عجبید؟ والا در ادامه پیروزی های دولت در عرصه خارجی مثل اینکه ادامه این پیروزی به من رسید و من سرما خوردم. این تو 10 روز گذشته تو دهه فجر فکر کنم مهمترین اتفاق خارجی
دولت ایران، یعنی مهمترین کار دولت در عرصه خارجی بود. عموما تا جایی که من یادم میاد و سنم قد میده، در دهه فجر و این ایام الله و مناسبت 22 بهمن همیشه بدبختی مصیبتش واسه ما مونده، حالا هر دفعه یه جوری، این دفعه هم سرما خورده. منتهای مراتب برای خود این راهپیمایی 22 بهمن، چون دهه فجر که حالا یه جورایی مثل سایر دههای فجر ما و همه جا پیروز شدیم و یه در شکست دادیم و یه در نابود کردیم، اما خود راهپیمایی 22 بهمن امسال با توجه به دعوت اصلاح طلب ها برای شرکت تو این راهپیمایی، به هر صورت دعوت برای شرکت در راهپیمایی از خاموش کردن لامپ اینا به هر صورت موثرتره. این باعث شد که یه مقداری یه توجه ویژه‌ای به این راهپیمایی بشه، گفتم برای حمایت از رئیس دولت و برای اینکه صدای متفاوتی در جمع تظاهر کنندگان شنیده بشه. البته صدای متفاوت شنیده شد، یه سری تصاویری اومد بیرون که همش صداهای متفاوته، یک عده مشتاق دیدن گزینه‌های روی میز بودن. ظاهرا متاسفانه در دهه فجر امسال بد الغا شده و من فکر میکنم که دوستانمون گاهن شاید حالا فکر کردن چی روی میز بوده که اینقدر اشتیاق نشون دادن. گزینه‌های روی میز یا زیر میز؟ روی لا. میز پیش از اون اوباما رو از روی میز به زیر میز آوردن. اوباما هم که حالا با اوقات فراغتش رو با ملت ایران سفری میکنه، گزینه هاشون میبره رو میز، میاره زیر میز، میره اسرائیل میگه همه گزینه هام رو میزه، از اون ور اسرائیلی ها میگن که شما معامله کردید. و خب اتفاق دیگری که میفته اینه که اینا این حرفا رو میزنن و ملت هم خب جوک میسازن براش. یک عده رسما با علم و کتل رفتن گفتن ما مشتاقیم ببینیم گزینه های روی میز. عموما این شکلی بوده که این فرهنگ وجود داره در یک عده که وقتی دعوا میشه میرن جلو و میبینن کتک میخورن، یا کتک اصلا میخورن بعد که فرار میکنن 20 متر اونورتر زبونشون رو در میارن فوش میدن. یه همچین تیپی بود این شعارها. حالا الان خیلی هم میگن که علی رضایی عزیز، خیلی هم میگن که این گزینه‌های روی میز از بس دیگه از دو طرف تکرار شده، به مرور اگه وضع همینطور ادامه پیدا کنه کم کم این میز تبدیل به کرسی ممکنه بشه، بعد گزینه‌های روی کرسی، گزینه‌های زیر کرسی، از این صحبت ها ممکنه بشه یه مقدار جنبه سنتی تری هم پیدا میکنه. متاسفانه به هر سمت خطرناکی مثل کرسی میتونه بره. البته از کرسی من خودم به شخصه استقبال میکنم، چون اگر گزینه ها بره زیر کرسی در جا پای مراجع میاد وسط و هر صورت باید اتفاقات زیر کرسی رو حالا با هر گزینه که اونجا هست باید اونا راه حلهای شرعیش رو پیدا کنن، که خدایی نکرده یه وقتی ما وسط گزینه بازی، یعنی شما حساب کنید خدا اون روز رو نیاره، خدا منو تا همون موقع سرما خورده نگه داره که سال آینده تو راهپیمایی 22 بهمن مثلا یه دفعه پی یک حرکت نمادین کرسی بردارن بیارن و با اون قیافه هایی هم که امسال توی راهپیمایی شرکت کردن اینها یه موقعی زیر کرسی دنبال گزینه های دیگران، یا خدایی نکرده دنبال گزینه های خودشون بگردن. این فاجعه گزینه های زیر کرسی خودشون ممکنه، چون زیر کرسی همیشه اتفاقات همیشه توافق نبوده. ببینید ما تا الان در عرصه خارجی دولت ما فقط به سمت توافق رفته، خیلی از مخالفت ها من زیر میز رو زیاد اطلاعات خاصی ندارم، ولی خود زیر کرسی رو میدونم که همیشه توافق نبوده و من متاسف میشم و نگران میشم از این بابت. یه جنبه در واقع ملی داره کرسی. اما اینکه سرما خوردی آقای رضایی عزیز، میدونم دین زیاد محکمی نداری، ولی یعنی میدونم که از استنباط نمیدونم واقعا، ولی احتمال اینم هستش که چون در این برنامه داشتید می اومدید دو سالگرد انقلاب، به خاطر این سر به سر روحانیت مبارز و غیر مبارز میذارید، این حاکمیت روحانیت میذارید، غافل نباشی از این امدادهای غیبی یا مجازاتهای غیبی
که شما هم به ویروس مکتبی زکام شاید دچار کردید. حتما همینجوره. یکی از مشکلاتی که ما تو فرانسه داریم همین کرسی آیه چالنگی. متاسفانه اینجا به دلیل عقب موندگی و به دلیل اینکه سنت اجازه نداده که سنت و ارزش‌های و کرامت‌های والای انسانی جایگاهی پیدا کنند، اگه کرسی بود من سرما نمی‌خوردم، بلکه فرصتی می‌شد که بتونم حسب مسئولیتم زیر کرسی به دنبال گزینه‌ها هم بگردم و بیشتر راجبش تحقیق بکنم، که متاسفانه این فراهم نشد. در عوض در خود تهران یک سری عزیزانی که من تصاویرشون رو وقتی دیدم حس کردم که هر کدوم از اینها به تنهایی واقعا میتونن یه گزینه روی میز یا حتی خصوصا زیر میز باشن. اینها رو مشاهده کردیم. اما یک اتفاق بدی که افتاد این بود که کسانی که در راهپیمایی 22 بهمن برای ببینید راهپیمایی 22 بهمن برای حمایت از دولت جمهوری اسلامی برگزار میشه، اما کسانی که برای حمایت از دولت جمهوری اسلامی در این راهپیمایی شرکت میکنن دستگیر میشن. من این رو هنوز نتونستم از نظر شکافت ملکولی نظام، چون خیلی این توش ماجرا هست که خب عکس رئیس جمهور رو یک کسی گرفته دستش، پوستر رئیس جمهور، و برای اعلام حمایت از این رئیس جمهور وارد راهپیمایی و دستگیر میشه. ما یک بحرانی به نظر میرسه ایجاد شده. ما از بس که به نظر من از فرط اعتقاد به صراط مستقیم موقعی که توی یک مسیری میفتیم همینجوری مستقیم میخوایم بریم. یعنی اگر ما با دو نفر توافق کردیم و به توافق رسیدیم، تا با دیگه تمام منظومه شمسی به توافق نرسیم ول نمیکنیم. خوشبختانه یا اگر زدیم تو با مشتی به دهن این زدیم به دهن اونم میزنیم، یه همچی حالتی هم هستی الان اون مشت رو ما در عرصه داخلی دولتمون داره میزنه، در عرصه خارج فقط بغل ماچ اینا بعد از توافقات ژنو تقریبا با هم اصلا دیگه توی اون کادرهای دوربین ها و اینها یک اعمالی داشتن انجام میدادن از خوشحالی، چون خیلی یعنی شما خدا وکیلی های رضایی خدا وکیلی واقعا انصافا وزیر خارجی به این همه خندانی تا حالا دیده بودی؟ این همه حرف نداره. ما ببینید ایشون یک شغل زائد در دولت رو حذف کرد، در وزارت خارجه رو حذف کرد و هزاران شغل مجانی ایجاد کرد. ایشون از طریق ایجاد فیسبوک مقام سخنگویی رو از وزارت خارجه، البته خانم افخم هستن و حرفم میزنن، ولی خب بزنه و نزنه زیاد فرقی نمیکنه، چون مواضع وزارت خارجه و اون چیزایی رو که وزارت خارجه میخواد بگه از طریق فیسبوک آقای ظریف گفته میشه و ده ها هزار نفر هم از طریق ایجاد فیسبوک براشون اشتغال زایی شده. کسانی که خب این لایکایی که میرن میکوبن پای استاتوس های آقای ظریف یا کامنت هایی که براش میذارن، چند وقت پیش خود فیسبوک یه چیزی رو برنامه رو گذاشته بود که از نظر آماری شما میتونید ببینید چقدر وقت صرف فیسبوک کردید. اینا رو ما جمع و تفریق بکنیم ببینیم یک جمع انبوهی از هموطنان ما برای اولین بار بعد از جنگ قادسیه تا الان اشتغال زایی براشون ایجاد شده، اینها مشغول به کار شدن، در ازاش یک شغل واقعا نه آنچنان لازم به نام سخنگویی وزارت خارجه حذف شده. حالا علی رضایی جان بگذاریم از اینکه در همین راهپیمایی 22 بهمن تصویرهای کروبی و آقای موسوی و اینا رو برافراشته کردن که اعدام باید کردن، یه عکس سوم هم کنارش بود، اما در حاشیه این داستانه یه اتفاقی افتاد. عکسها شما داریم، شما قطعا که بیشتر از ما اکثر و پیشتر دیدید، آقایون رهبران نظامی، فرمانده های نظامی از قبیل فیروزآبادی، چون فیروزآبادی نمیشه گفت از جمله، خودش اصلا از جمله نیست، خودش یک جملگیه، پاراگراف طولانی است.
و بعدش رئیس بسیج و سپاه پاسداران رفتن فیلم آقای معراجی های آقای مسعود دهنمکی رو ببینید. خب اکثر توضیح نده اون زیرش معلوم نیست دارن لبنیاتی جایی رو افتتاح میکنن یا یه همچین جایی. اینو چطور میگه؟ یعنی من چون تو این فیلم رو تهیه کردن چند نفرم کشته شدن در مواد منفجره، جذابیتش این بوده که چون یه عملیات نظامی درش بوده به کشته شدن چند نفر، یا چجوری هست؟ یعنی آقای فیروز آبادی منتقد سنگین وزن سینما ما باید تلقی کنیم، این داستان ها رو شما رو من حضورتون عرض کنم که در همون ادامه اصلا صحبتی که پیش از این داشتیم، اتفاقی که افتاده اینه که ما یه مقدار خارج از روال و رویه با همه جا به توافق رسیدیم و یه دفعه با بحران دشمن روبرو شدیم. ما برای اولین بار در نظامی که با همه دشمنامون به توافق، حالا فوش بهشون میدیم ولی خب روی کاغذ و تعهدنامه ها و اینها ما به توافق رسیدیم. بنابراین به دلیل تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری به استفاده از ابزارهای فرهنگی، من حس میکنم این واقعا موقعی که من این حجم از فرماندهان نظامی رو، سردار فیروز آبادی که حالا به طور گسترده باید راجع بهشون صحبت کرد، آقای عزیز جعفری، آقای نقدی، آقای نقدی اصلا مهم نیست کیه، مهم اینه که هست، چون همین که آقای نقدی باشه خب از نظر شورای امنیت همیشه مهمه. اینها دیدن که هیچ دشمنی وجود نداره. از طرفی فیلم معراجی های آقای دهنمکی که باعث سرافرازی سینمای اسلام از بعد از فیلم محمد رسول الله به این طرف شده، چون به خاطر تاکید ایشون بر تلفات واقعی در محل نبرد با دشمن فرضی، باعث میشد که صحنه های مبارزه و صحنه های جنگ و غلبه بر دشمن و چیزی که شما فرمودید مشت محکم و کمونه مشت محکم، همه اینا اتفاق بیفته. اینه که فرماندهان ارشد نظامی ما رفتن این فیلم رو دیدن و در تأثیر این فیلم، من همینقدر عرض کنم خدمتتون که درست فردای روزی که این عزیزان، این بزرگ واران رفتن و فیلم رو تماشا کردند، آقای فیروز آبادی بلافاصله اعلام کرد که ما آماده جنگ تعیین کننده با آمریکا و اسرائیل هستیم. تأثیر ستودنی این فیلم رو جا داره که ده ها برنامه واقعا شما بگذارید برای اینکه و بدونیم که ببینید چقدر ما مسئولین و چقدر فرماندهان نظامی ما آدم های فرهنگی هستند و با یه فیلم چقدر باحال اینا میتونن برن جنگ تعیین کننده بکنن و اصلا به این فکر بکنن که جنگاشون تا الان همش تعیین نکننده بود. و به همین دلیل هم ما متاسفانه علارغم پیروزی هایی که به دست می آوردیم، پیروزی به دست نمی آوردیم. الان میرن جنگ تعیین کننده میکنن. آقای سردار فیروز آبادی در جریان تماشای این فیلم اصلا تاب و شکنی کرد، منزل رو با خودشون برد سینما. من توی عکس ها که نگاه میکردم، متاسفانه از فعالین حقوق کودکان از همینجا تقاضا میکنم پیگیر حقوق اون طفل معصوم، اون بچه ای که با خودشون برداشتن خرکش کردن، کشون کشون بردن که فیلم معراجی ها رو ببینه. اصلا اون بچه یه کتونی پاشه با یه شلوار گرمکن و یه کلاه هم به گشادی سر باباش دستشه و این بچه رو برداشتن بردن اونجا که معراجی ها ببینه این تاثیرهایی که میذاره. خب این بچه داشت فوتبال بازی میکرد، گناه داشت. به هر صورت این حرکت آقای فیروز آبادی، خصوصا حضور ایشون در سالن سینما، با دمپایی فصل جدیدی در روابط نظامی ما، در سلطه بیبر و برگرد ما، خصوصا در منطقه زیر میزه. حالا دیدید علی رضا جون، شما واقعا بینندگانمون هم میتونن قضاوت بکنن، این عکس رو بزنن یه جایی کسی این افراد نشناسه، بپرسن که آقا شما تصور میکنید اینو چی کارن؟ اینا مثلا دارن میرن یه لبنیات فروشی مثلا در سرا آذری یا نازیاباد یا مثلا اونجا افتتاح کنن.
البته اصلا یک قابل مشکلی که این تصور هست که مثلا یه فستیوال بعد اون فرماندهان نظامی یک مملکتی مثل ایران، یعنی مثلا اون بابا همین فیروز آبادی جای امثال تیمساد جمع و بقیه نشسته. بله بفهم. این ببینید، این تصاویر یک مشکلی فقط داره از این بابتی که شما میفرمایید، اون هم حضور نقدی توی عکس هاست، به خاطر اینکه نقدی تو هر عکسی که باشه هر کس ببینه فکر میکنه یک جایی به یک جایی داره حمله میکنه. اصلا بیننده مال هر جای جهان که باشه و هیچ اطلاعاتی هم از سیاست نداشته باشه، قیافه نقدی رو وقتی آدم میبینه احساس میکنه داره بهش حمله میشه. به خاطر اگر این چپیه فلسطینی اونم جان؟ هست، یه شفیه فلسطینی هم انداخته رو دوشش که نمیدونم چرا، یعنی قیافش اینطوریه به کلی. نه خیلی، اون اصلا جزء بدنشه، اون چفیه نیست، اون یه قسمتی از بدن آقای نقدیه که در حوالی گردنش رشد میکنه. شنیدم سلمونی که میره پایین چفیهش هم کوتاه چتریاشه. اگر آقای نقدی رو ما به مدد فتوشاپ و فناوری‌های موشکی ایران بتونیم حذف کنیم از توی این تصاویر و این عکس ها رو حالا به قول شما به یک کسی که نمیشناسه اینا نشون بدیم، من مطمئنم که توجه خاصی به الان من میترسم که این که میگم برام شر بشه، ولی خب منزل آقای فیروزآبادی و این حرکت بنیادینی که ایشون در راستای حمایت از فرهنگ کردن قطعا به چشم خواهد اومد و اینها فکر میکنن که هر کسی این عکس ها رو بدون آقای نقدی ببینه فکر میکنن که چقدر خوب شد، نه باید اونجوری باید از وضعیت ایران یه خورده خبر داشته باشن. حالا نه دیگه، ببین عرید اینجور اگه قراره از فوتوشاپ استفاده کنین بحث سینماست، من یه پیشنهاد بهتری دارم، اینه که مثلا این نقدی رو حذفش نکنین، این جنبه سینمایی بهش بدین، حداقل این همه مردونه هست و همسر آقای فیروزآبادی هم خوب پوشیده و اینا، آقای نقدی با فتوشاپ تبدیل به مرلی مونرو کنید. کاری که میشه کرد اینه که ما چند تا از این عکس ها رو نشون بدیم، برای اینکه اینها در جریان این حضور سهمگین از مسعود دهنمکی به خاطر کشته و مفقود شدن یک عده از عوامل فیلمش تقدیر کردن و این تقدیر رو دم ذریح یک امامزاده ای کردن در همون محل، یعنی دم اون ذریح جمع شدن فقط پول انداختن توش و مثلا خب ملت میرن مشهد دم این پرده ها با میستن عکس میگیرن، یعنی جایزه فیلم رو به امامزاده دادن؟ من نمیدونم کی به کی تقدیم کرد، نهایتا امیدوارم که جایزه دست به دست بگرده برسه دست حسین رضازاده، چون ایشون فوری تقدیم میکنه به مقام معظم رهبری. اونجا همه داشتن به هم تقدیم میکردن، متاسفانه مشخص نیست توی عکس ها همه جایزه دستشونه و زری هم هست، حالا اون امامزاده هم جز به صحنه های چیزه و اینا، من نمیدونم. نه نقدی رو ببینید، شما اگر روی عکس ها میخواد کار خاصی بکنید بقیه رو حذف کنید، نقدی بذارید باشه، نقدی خیلی خوبه، بذارید باشه که یه خورده دنیا لااقل شعارهایی رو که در راهپیمایی 22 بهمن از مردم شنید رو باور کنه و بدونه که هست واقعا یعنی میفته. مثلا فیروزآبادی رو تبدیل با فتوشاپ به ملی مون رو تبدیل کنید؟ نه خیر، فیروزآبادی رو شما بدونید که ببینید ده ها هزار ساعت نفر نیروهای متخصص، هنوز هیچ علمی قادر نشده با فیروزآبادی کار خاصی شونه بکنه، یعنی به خصوص این که اگر بخوایم تنگه هرمز هم ببندیم با چی ببندیم؟ فیروزآبادی نباشی بفهم. اصلا غیر از اون الان یکی از مشکلات تکنولوژی، اصلا گفتن استیو جابز به این دلیل، یکی از دلایلی که ناکام از دنیا رفت این بود که نتونست به فناوری برسه که با فیروزآبادی کار خاصی بکنه. میشه ها، در بعضی مواقع مثلا میشه خودش کمک میکنه، مثلا به ریشش حنا میماله یا این کارا میکنه، چون اینا از زمان جنگ عادت داشتن به جلی کردن ماشین ها و خودشون جهت استتار، برای همین فیروزآبادی الان توی خیلی از مراسم یا برنامه هم که شرکت میکنه با استتار شرکت میکنه، یعنی خودش رو
خاکی میکنه که اگر دشمن حمله کرد قابل تشخیص نباشه، چون به هر حال اگه دراز بکشه زمین هم در سطح گسترده میشه و اصلا خیلی سخت تشخیصش که اینجا زمین یا آدم. یه نکته دیگه ای که این عکس ها داره اینه که تمام این عزیزان حاضر در عکس به جرأت میشه گفت که تمام بینندگان این فیلمشون رو قبلا کتک زدن، یعنی از سازنده فیلم دهنمکی، از آقای عزیز جعفری، آقامون نقدی و اصلا فیروزآبادی که خودش کتکه، یعنی آدم نگاش میکنه کتک میخوره. ولی مثلا خود مسعود ده متاسفانه یه خورده رابطه ها زیاد واضح نیست و فاصله است بین هنرمندای ما و مردم. اگر یه خورده این فاصله کمتر بود، مردمی که در سالن سینما حضور داشتن حتما یادشون میومد که اتفاقا از همین آقای دهنمکی بود که اون سری کتک خوردن، اگر نه از دوستان آقای عزیز جعفری بوده و یا اگر هم نه آقای نقدی، مخصوصا که شورای امنیت آقای نقدی فرمانده بسیج مستضعفینن. بسیج مستضعفین بسیار مهمه، تقریبا همه ما در همه سطوح بسیج و مستضعفینش کتک خوردیم. علی رضایی عزیز، با سپاس بسیار از شما، امیدوارم هفته آینده نیز با من و بینندگان باشین صحیح و سالم. ممنونم از لطف و دعوت شما و امیدوارم که سرماخوردگی شما و کلا این ویروس ولایت هر چه زودتر از تن هر دوی ما و هر کسی که الان کسالتی داره بیرون بره. به امید فردایی بهتر. با سپاس از آقای رضایی عزیز و برآورده شدن دعای ایشون در این برنامه. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسواری و کوهساران زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.